با ما همراه باشید با ایران آزادی. چرا دولت ایران در مورد قاآنی سکوت کرده است؟ سرنوشت قاآنی همچنان در ابهام. با گذشت بیش از یک هفته از حمله‌ای که به کشته شدن هاشم صفیالدین انجامید، اخبار متناقضی از مجروح یا کشته شدن اسماعیل قاآنی منتشر شده است. همزمان بیخبری ادامه‌دار از او این خبر را درس داده که وی و اطرافیانش در مزان جاسوسی و نفوذ برای اسرائیل هستند. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از هفته پیش در شرایطی نامعلوم قرار دارد و شایعات زیادی درباره سرنوشت او مطرح شده است. برخی منابع گزارش دادند که قاآنی در جریان حمله هوایی اسرائیل به بیروت هدف قرار گرفته است. این حمله برای کشتن هاشم سیف‌الدین، یکی از رهبران حزب الله، انجام شد. با این حال اطلاعات دقیق از وضعیت قاآنی هنوز تایید نشده است. رسانه‌های مختلف به نقل از منابع متعدد اعلام کردند که قاآنی در جریان این حمله زنده مانده، اما تحت بازجویی قرار دارد. این بازجویی به ضمن نفوذ امنیتی در ارتباط با کشته شدن احتمالی حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، انجام شده است. گفته می شود که او ممکن است به دلیل هک شدن دستگاه‌های ارتباطیش بازجویی شده باشد و حتی برخی منابع گزارش دادند که او در حین بازجویی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است. در عین حال برخی منابع ایرانی نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کردند که قاآنی در سلامت کامل است و به زودی نشان فتح را از خامنه‌ای دریافت خواهد کرد. این بیانیه‌ها اما ابهامات موجود درباره حضور یا عدم حضور او در زمان اهدای این نشان را برطرف نکردند. منابع مختلف از جمله نیویورک تایمز و اسکای نیوز عربی اطلاعات ضد و نقیضی درباره موقعیت قاآنی منتشر کردند. برخی او را در تهران و برخی دیگر هنوز در بیروت می‌دانند و تاکید دارند که او همچنان تحت بازجویی است. قاآنی کجاست؟ اسرائیل در تاریخ 13 مهر ماه حمله‌ای هوایی به جنوب بیروت انجام داد. هدف این حمله هاشم سیف‌الدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله بود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در این مکان حضور داشت. نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشت که قاآنی هفته گذشته برای دیدار با مقام‌های حزب الله به لبنان سفر کرده بود. با این حال سپاه پاسداران تاکنون درباره وضعیت او شفاف‌سازی نکرده است. هیچ عکس یا ویدئوی جدیدی نیز از او منتشر نشده است. میدل ایست آی گزارش داد که قاآنی زنده است و آسیبی ندیده، اما تحت مراقبت و بازجویی قرار دارد. به گفته منابع این رسانه، نیلوفروشان، فرمانده‌ای که در همان روز از تهران به بیروت سفر کرد، مستقیما از هواپیما به اتاق عملیات منتقل شد. او قبل از نصرالله به آنجا رسید. قرار بود قاآنی در جلسه‌ای با سیف‌الدین شرکت کند، اما کمی قبل از شروع جلسه عذرخواهی کرد و از حضور خودداری نمود. میدل ایست آی در گزارش دیگری اشاره کرد که محل فعلی قاآنی نامشخص است. 8 منبع معتقدند که او در تهران است، اما منبع دیگری میگوید که او هنوز در بیروت به سر میبرد. این رسانه که به حکومت قطر نزدیک است همچنین نوشت که اسماعیل قاآنی و چند نفر از همکاران نزدیکش در بازداشت خانگی به سر میبرند و تحت بازجویی قرار دارند. این بازجویی ها در ارتباط با نقص های امنیتی و مرگ نصرالله صورت گرفته است. منابع نزدیک به حزب الله و عراقی‌های آشنا به موضوع به میدل ایست آی گفتند که نصرالله شب قبل از قتلش خارج از حومه جنوبی بیروت بوده، اما بعداً برای دیدار با نیلفروشان و دیگر رهبران حزب به آنجا بازگشته است. حمله هوایی بلافاصله پس از ورود نصرالله به اتاق جلسه رخ داد. نفوذ 100% ایرانی بوده. یکی از منابع حزب الله درباره لو رفتن محل جلسه گفت: این نفوذ 100% مربوط به حکومت ایران بود و شکی در آن وجود ندارد. بعد از کشته شدن نصرالله، قاآنی به لبنان سفر کرد. او قرار بود با هاشم سیف‌الدین ملاقات کند، اما قبل از جلسه عذرخواهی کرد و در نشست حضور نیافت. اسکای نیوز عربی به نقل از منابع ایرانی گزارش داد که قاآنی به دلیل احتمال هک شدن وسایل ارتباطیش تحت بازجویی قرار گرفته است. در جریان بازجویی‌ها او دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است. منابع به اسکای نیوز عربی گفتند که رئیس دفتر قاآنی مظنون به ارتباط با اسرائیل است. ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه اعلام کرد که قاآنی در سلامت کامل است و به زودی نشان فتح از خامنه‌ای دریافت می‌کند. جباری توضیح نداد که آیا این نشان به صورت غیابی اهدا می‌شود یا قاآنی شخصاً در مراسم حضور خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 15 مهر به نقل از 3 منبع ایرانی نوشت که قاآنی آخرین بار هفته گذشته در بیروت مشاهده شده است. این گزارش اولین اشاره رسانه‌های غربی به سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پایتخت لبنان بود و در میانه برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره احتمال زخمی یا کشته شدن او منتشر شد. با این اطلاعات ضد و نقیض و در زیر سایه اینکه هیچ خبری از قاآنی علنی نمی‌شود، حاله ابهام ناشی از نفوذ را در اردوی خامنه‌ای و حلقه نیابتی‌هایش دامن زده است.